وزارت امور خارجه آمریکا در پایان نشست دوحه با نشر بیانیه گفته که از قلمرو افغانستان تهدید در برابر آمریکا و متحدانش وجود ندارد و اکنون حمله های تروریستی در برابر غیر نظامیان افغانستان نیز کاهش یافته است. نماینده های ویژه آمریکا برای افغانستان در این دیدار خواهان آزادی بدون قید و شرط شهروندان آمریکایی از سوی امارت اسلامی شده و گفتند که این بازداشت ها از سوی حکومت سرپرست مانع بزرگ افغانستان در برابر تعامل مثبت با جهان است. امارت اسلامی هم یک بیانیه در این مورد به نشر رسانیده و گفته که در مورد اعتماد سازی بین دو طرف برداشتن گام های عملی در این راستا، حذف مقام های امارت اسلامی از لست سیاه و تحریم ها، آزاد سازی پول های منجمد شده، حفظ ثبات اقتصادی افغانستان، مبارزه در برابر مواد مخدر و حقوق بشر بحث صورت گرفته است. همیرا یوسفی جزئیات می دهد. پایان دیدار مقام‌های آمریکا و افغانستان در دوحه. برایند این دیدار چه بوده است؟ دیدار مقام‌های افغانستان و آمریکا پس از 2 روز در دوحه به پایان رسید. در پایان این دیدار، وزارت خارجه آمریکا با نشر یک بیانیه گفته که از قلمرو افغانستان تهدید در برابر آمریکا و متحدانش وجود ندارد و اکنون حمله‌های تروریستی در برابر غیر نظامیان افغانستان نیز کاهش یافته است. مقام های ایالات متحد به تعهد مستمر طالبان برای عدم استفاده از قلمرو افغانستان توسط کسی برای تهدید ایالات متحد و متحدانش توجه کردند و دو طرف در مورد تلاش های طالبان برای انجام تعهدهای امنیتی گفتگو کردند. هیئت آمریکایی از آن کرد که حمله های هراس افغانی در مقیاس بزرگ در برابر غیر نظامیان افغانستان کاهش یافته است. توماس وست و رینا آمیری نماینده های ویژه آمریکا برای افغانستان خواهان آزادی بدون قید و شرط شهروندان آمریکا از سوی امارت اسلامی شده و گفتند که این بازداشت ها از سوی حکومت سرپرست مانع بزرگ افغانستان در برابر تعامل مثبت با جهان است. نشست دوحه به لحاظ دیپلماتیک و سیاسی میتواند به طالبان یک دستاورد بزرگ باشد و در حقیقت میتواند مسیر گفتگو و مذاکره و در کنار از این باب تعامل را میان طرفین بازتر بسازد. برای این نیازمند رفتار و عملکرد مثبتی است که آمریکایی ها از طالبان انتظار دارند. در صورت برآورده شدن این انتظار، ما فکر میکنم که روابط میان طرفین تقویت خواهد شد. بحث حقوق بشر به ویژه بانوان از موارد مهم این نشست عنوان شده است. مقام های آمریکایی در این دیدار از امارت اسلامی خواستند سیاست هایی که باعث بدتر شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان می شود را تغییر دهد. ما خواستار رفع محدودیت ها و پایان دادن به مجازات جسمی و سرکوب رسانه ها و آزادی بیان شدیم. ما تأکید کردیم که احترام به حقوق بشر برای دستیابی به امنیت، پیشرفت اقتصادی و ثبات، حفظ امید و سرمایه انسانی و بهبود جایگاه در کنار جامعه بین المللی نقش اساسی دارد. ما در بدترین حالات قرار داریم. هیچگاه در مدت 2 سال پاسخگو نبوده. به خواسته های ما ریانا امیری همیشه با کسانی دیدار کردند که زنان پروژه گیر بودند. طالبان همیشه تعهد میکنند اما با تعهد خودشان پابند نیستند. امارت اسلامی هم یک بیانیه در این مورد به نشر رسانیده و گفته که در مورد اعتماد سازی بین دو طرف برداشتن گام های عملی در این راستا، حذف مقام های امارت اسلامی از لست سیاه و تحریم ها، آزاد سازی پول های منجمد شده، حفظ ثبات اقتصادی افغانستان، مبارزه در برابر مواد مخدر و حقوق بشر بحث صورت گرفته است. په دغه ناستو کې د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو جلبیه ټینګار وکړ چې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه ده چې تور او جایزه لیستونه پورته او بانکي زیرمې خلاص سي تر څو افغانان د بهرنیو مرستو پرته خپل اقتصاد پر پښو ودروي. این در حال است که افغانستان در نزدیک به 2 سال رسمیت بین الملل دریافت نکرده و شمار از کشورهای دور و نزدیک سیاست های تعاملی را با امارت اسلامی گزینش کردند.
حالا اما باورمندی ها این است که با تغییر رویکرد امارت اسلامی در سیاست های داخلی زمینه های تعامل رسمی افغانستان را با جهان سهل‌تر و ساده‌تر خواهد ساخت.